رادیو زمانه. دوستان، در این قسمت میزگردی داریم با حضور اساتید ایران آکادمیا. آقای کاظم کردوانی گرداننده برنامه هستند. من خواهش میکنم از همه عزیزان، آقای کاظم کردوانی جامعه شناس از برلین، آقای سعید پیوندی همینطور جامعه شناس از پاریس، آقای جلیل روشندل استاد علوم سیاسی هستند، از محلشون رو متاسفانه نمیدونم، خودشون میگن حالا توضیح میدن، و همینطور آقای عطا هودشتیان استاد پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی از کانادا. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم حضور تمام سربران عزیزی که تشریف دارید، بسیار سپاسگزار شما هستیم و محبت کردید که اینجا تشریف دارید. پیش از شروع این بحث ما دو نکته رو، دو یک اینکه ما هم به سهم خودمون تبریک فراوان به دوستانی که بانی به اصطلاح تشکیل ایران آکادمیا بودند، همه دوستان، آقای علیرضا کاظمی خب و دوستشون آقای فرشید بسیار زحمت کشیدن و من یادم که خب 4-5 سال پیش که من این دوستان رو در برلین دیدم، در واقع چیزی که مهم بود یعنی یک آرزو یا آرزو امروز به یه واقعیت تبدیل شده. عموما نمیشم چه چیزایی و این خیلی امر بزرگی اتفاق افتاده. موضوع دوم، تشکر میکنیم از دوستان رادیو زمانه و شخصهای نیکفر که این امکان رو برای ما فراهم کردن که امشب در اختیارتون در خدمتتون باشیم و درباره یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه دانشگاه ایران مطرح است، یعنی موضوع علوم انسانی و اجتماعی در ایران، در دانشگاه ایران و مشکلاتی که مال امروز نیست ولی امروز دوباره زیادتر از پیشین شده به یک معنا صحبت بکنیم. از انقلاب فرهنگی که خود ما شاهدش بودیم، یه چیزی حدود از رقمایی که هست 12,000 استاد تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه ایران، اون موقع یعنی در آستانه انقلاب، دانشگاه ایران 175,000 دانشجو داشت و به طور عمده هم توی شهرهای بزرگ. از میان 12,000 استاد تمام وقت و نیمه وقت، 7,000 استاد رقما در این تصویه شد و تنها سالی است بعد از بازگشایی انقلاب فرهنگی که تعداد دانشجویان دانشگاه ایران کم میشه و در دانشگاه ایران یک کمیته تشکیل شده بود تحت عنوان کمیته بررسی توبه دانشجویان، این دانشجویان سیاسی که کامل بیرون نکرده بودن و ازشون معلق بود، در واقع یک کمیته توبه بررسی میکردن اینا که گفتن ما دیگه کاری نمیکنیم این توبهشون واقعی هست یا نه. میخوام اون فضا رو خدمتتون بگم. به هر رو بردن استادان دانشکده، بخصوص اون موقع مسئله اصلی دانشگاه تهران بود، دانشگاه مادر بود و بیشترین فشارات تو دانشگاه تهران بود، در واقع تو حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، همه جا بود ولی دانشگاه تهران خیلی فشار زیاد بود. و بردن استادان دانشگاه تهران علوم سیاسی و علوم اجتماعی به قم و در خدمت آقای مصباح یزدی که بگن ما چه میگوییم و آنها، آقای مصباح یزدی بگی این رو بگویید و این رو نگویید، و کسانی که نرفتن در قم و نرفتن خدمت آقای مصباح یزدی و استادان بسیار برجسته دانشگاه ما بدون این که پیشینه سیاسی داشته باشن فقط روی وجدان علمیشون عمل کردن و اینا همه اخراج شدن. منتها این سالهای اخیر در واقع این باز بحث مجدد راجع به علوم انسانی از سال 1388، یعنی از 5 سال پیش دوباره شروع شد. حالا دوستان این چرا دوباره شروع شد رو حتما تو این بحث ما خواهیم گفت. در واقع سخنرانی آیت الله خامنه ای است
در جمع شماری از استادان و اعضای هیئت علمی و رؤسای دانشگاه ایران که این است که بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آنها مادی نگری و بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاه ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی می شود. ایشون در واقع یک سال بعد در 29 مهر 1389 در دیدار با طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمی قم باز تأکید میکنن که این که بنده درباره علوم انسانی در دانشگاه ها و خطر این دانش های ذاتن مسموم، این دانش های ذاتن مسموم خوشدار داده هم به دانشگاه و هم به مسئولان به خاطر همین است. این علوم انسانی رایج است، این علوم انسانی که امروز رایج است محتوایی دارد که ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسلام و نظام آموزشی است، متکی بر جهانبینی دیگری است، حرف دیگری دارد، هدف دیگری دارد. وقتی اینها رایج شد مدیران بر اساس آنها تربیت می شوند، همین مدیران می آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت و غیر و غیره قرار می گیرند. بعد اگر اشاره بکنیم در این دوران فاجعه بار دولت احمدی نژاد، وزیر علومش اعلام در واقع اعلام که بذار در یک سخنرانی خیلی از برنامه‌های دانشگاه ما مخالف فضای دینی و دانشگاهی است و اعتقاد به ولایت فقیه شرط استخدام استادان دانشگاه است. وظیفه دانشگاه تربیت سرباز برای امام زمان است. استادان و دانشجویان غیر همسو با نظام جمهوری اسلامی اخراج می شوند و رؤسای دانشگاه اجازه ندارند کسانی را استخدام کنند که به ولایت فقیه باور ندارند. بعد در 24 دی 1389، برای اینکه تاریخ ها رو مثلا 14 ژانویه 2011، مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت از آموزش عالی وزارت علوم اعلام میکنه که 400 هزار سرفصل، دقیق یعنی رقم چیز نیست، 400 هزار سرفصل دروس دانشگاهی کشور بازنگری میشود و 70% این بازنگری مربوط به علوم انسانی است و همکنون وضعیت 260 هزار سرفصل علوم انسانی از نظر تاریخ بازنگری مشخص شده است و 100 سرفصل دانشگاهی مربوط به رشته‌های هنری نیز مورد بازنگری قرار خواهند گرفت. حالا اینی که چقدر توانشون داشته باشند به اصطلاح بتونن چه این کاری بکنن نیست، ولی خود این رقم‌ها کجا میخوان برن چیزی رو روشن میکنه. در نتیجه این چند جمله‌ای که خدمتون گفتم راجع به اهمیت حساسیت مجدد ما، دوباره ما راجع به علوم انسانی، این چیز دیرینه است و چرا ما حساس هستیم و چرا باید این کار رو به اصطلاح فعالیت بکنیم و چرا باید افشاگری بکنیم و چرا باید از علوم انسانی و اجتماعی ایران پشتیبانی بکنیم، که خب یه نمونش هم خود همین جمع ایران آکادمیا میتونه به عنوان، اگر امیدواریم موفق بشه که خیلی هم امکان موفقیت داره، خودش به عنوان یک نمونه مثبتی که آقا دانشگاه میتواند اینطوری هم باشد در واقع مطرح بشه. در این بحثی که
امشب ما در خدمتتون هستیم. تمام دوستان هم اهل تحقیقن، هم اهل درسن، همه هم سابقه این جمعی که حضورتون هستیم، همه هم سابقه های درس توی دانشگاه مختلف. جناب روشندل و بنده خوب سابقه کار توی ایران، دانشگاه ایران هم داریم. دوستان بزرگوارمون سال هاست که در واقع در دانشگاه معتبر خارج تدریس میکنن. بحث هم در واقع یه نوع بحث به یه معنا آزاد بین ماست و بحثایی که داریم، و من برخلاف همیشه که به ترتیب حروف از الف شروع میکنم، من از پایین شروع میکنم و در واقع با دشتیان شروع میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. بله بفرمایید. بله صدا امیدوارم که بیاد. با تشکر فراوان آقای کردوانی عزیز، فرمودین که در واقع ما برای آغاز سخن بگیم که در واقع درکمون از علوم انسانی چیست و چگونه علوم انسانی رو میشه در واقع فهمید. امروز یک جلسه بسیار مهمی از لحاظ اینکه فیلمی که ملاحظه کردیم دیدیم بسیار ما رو تأسف زده کرد. در واقع به شکلی که آقای آشوری به من گفت من بعد از این فیلم نمیتونم بیام حالا صحبت کنم، چگونه میتوان کلام یا خواسته یا میل رو به زبان آورد و به دنبال یک تفکر عقلی یا راسیونل در رابطه با این گشت. در واقع همینه ماجرا در رابطه با علوم انسانی در زاویه که من عنوان میکنم، یعنی زاویه کم و بیش فلسفی، عبارت میشه از یک لایه راسیونل به حوزه اموسیونل. در واقع یعنی این فیلم انقدر برای ما گویا بود که تمام سلسله عصبی ما رو دچار لرزه کرد، و زمانی که آقای علامه‌زاده گفتن خب چه فکر میکنی، گفتم اصلا زبان گویا دیگه نیست، بلکه آنچه هست احساس است و قلب است و غیره. علوم انسانی از زاویه فلسفی، اندکی فلسفی بر رو، یک لایه رشنال، راسیونل، عقلی به این روحیه ایموشنال قوی میخواد بکشونه. یعنی آنچه که در واقع در روح، در احساس وجود داره رو حالا میخواد بیاد در با زبان عقلی بیانش بکنه، به شکلی که تنفر که به زیباترین وجهی ما الان دیدیم رو، تنفر اجتماعی رو به انتقاد و نقد اجتماعی بکشونه. برای مرکز بحث در علوم انسانی از زاویه‌ای که ما عنوان می‌کنیم، یعنی زاویه در واقع فلسفی، به عبارتی تأمل به پدیده‌ای است که می‌گوییم سوژه. آقای آشوری به زیبایی این رو بیان کردن، سوژه که در مقابل دیگر خود، عنصر واقع، غیر خود، یعنی ابژه میسته، قد علم میکنه، به او از بیرون نگاه میکنه، اموشنال رو میگیره، جذب میکنه، به اون تفکر عقلی میده و با بیان عقلی مبدل میشه به سوژه منقد، سوژه نقدی. این در واقع از زبان و کلام ما در چهارچوبه اندیشه فلسفی همانا سوژه انتقادی. سوژه انتقادی از بیرون به واقع، به ابژه، به طبیعت، به انسان، به خود و به جهان نگاه میکنه. این چهار فصل بزرگ، نگاه به خود، نگاه به طبیعت، نگاه به در واقع دیگری و نگاه به جهان، چهار حوزه است که در واقع سوژه درش مد نظر قرار گرفته تا کنون. نگاه به خود رو از کانت میگیرم که در آنتروپولوژیش در واقع از کانت میشه فوکو کتاب روش ترجمه کرده، میگوید که به خود چگونه باید دوباره نگریست، از بیرون نگریست. و بعد نگاه به طبیعت رو از دکارت میگیرم که میگوید که از بیرون انسان مسلط میشود بر طبیعت برای انکشاف طبیعت و ایجاد نظریه علمی. و نگاه به دیگری رو از مدرسه فرانکفورت میگیرم که میگوید که در واقع چون نظریه پرداز اتوریته هستند دیگه، مثلا مارکوزه از جمله، که میگوید که انسان چگونه به دیگری نگاه میکنه و مدرنیته همانا تسلط انسان بر انسان هم هست و نه فقط انسان بر طبیعت. و نگاهی به جهان رو از هگل میگیرم، فلسفه تاریخ هگل، که میگوید که انسان، غرب، جهان مدرن، مدرنیته غربی که آقای آشوری گفتن مدرنیت، که ما میگوییم مدرنیته، چگونه به جهان نگاه میکنه و در واقع عنصر اصلی، مایه اولیه
دوران استعمار از اینجا آغاز میشه که میتوان اون رو به شکل بسیار فرمول شده ای در تفکر فلسفه تاریخ هگل دید. البته برداشته بنده است. به این لحاظ در واقع آنچه که در علوم انسانی مد نظر هست از زاویه که ما نگاه میکنیم ایجادگری سوژه است که این ایجادگری سوژه بر پایه نقد اجتماعی در واقع جاییست که تنفر اجتماعی به انتقاد اجتماعی بدل میشه. کسی که تنفر داره آغاز کاره و بعد بتونه با تنفر از تنفر فاصله بگیره به اون بیاندیشه. درست نکته که آقای علامه‌زاده گفتن، حالا موقع فکر کردن است و علوم اجتماعی به ما میآموزه، علوم انسانی به ما میآموزه که فکر بکنیم. آموزش روشمندی که دوست عزیزم سعید پیوندی حتما راجبش صحبت خواهد کرد و حوزه تخصصی ایشون هست که روش در واقع تفکر رو به ما علوم انسانی بیاموز. این چند کلامی بود که برای آغاز سخن در واقع گشایش بحث بود. خواهش میکنم. خیلی متشکر. در واقع همین چند کلام رو الان در واقع جناب روشندل و هر همین ترتیب حروف علف با از پایین البته. سلام میگم خدمت حضار محترم. من باب معرفی اجازه بدین که خیلی کوتاه من رو معرفی بکنم. من جلیل روشندل هستم، استاد رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و امنیت بین المللی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا. در مقطع انقلاب فرهنگی اول دانشجوی دانشگاه تهران بودم که به علت انقلاب فارغ التحصیلی مقداری به تأخیر افتاد. چند سال بعد استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم، بعد از اینکه البته از ایران خارج شدم و بعد مجدداً برگشتم به ایران و معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی بودم برای یک مدت 4-5 سالی و از کسایی هستم که به اصطلاح صابون انقلاب فرهنگی و تصفیه انبوه اساتید به تن منم خورد. بگذاریم که حالا در مقاطع دیگری هم همکلاسی بودم با استاد علامه‌زاده و آقای خاکسار عزیز در جاهای دیگری که جاش بماند. حالا فعلا عرض به حضورتون که به عنوان یک کسی که در یک رشته کوچکی از علوم انسانی و جامعه شناسی کار کرده و کار میکنه، کار من همیشه در علوم سیاسی این بوده که ساختارها رو برای دانشجوام توضیح بدم و حالا در این دقایقی که اینجا در خدمتون هستم، اگر چه فرصت کوتاهی هست، اول میخوام شروع بکنم از جنبه مثبت فیلم آقای علامه‌زاده. ضمن این که من هم مثل همه متاثر شدم، ولی یک خوشحالی بزرگم حس می کردم و به این جهت به آقای علامه‌زاده تبریک میگم که ایشون تونستن یک بخشی از تاریخ رو برای آیندگان ثبت بکنن. اون داستان‌ها از مادر به دختر، از دختر به فرزند گفته میشه، فراموش میشه، ولی این گوشه تاریخ همیشه میمونه و برای همیشه قابل استفاده است. به همین دلیل باید زمینی که آدم متأثر میشه از اون چه که گذشت خوشحال بشه که یک سند دیگری به تاریخ افزوده شد. در مورد این که من اصلا چی میخوام امشب بگم اینجا، خیلی من فکر کردم در ارتباط با این دوره اسفباری که به علوم اجتماعی در ایران داره تحمیل میشه. خب همگان اطلاع دارید که چند وقت پیش خانم نسرین ستوده، وکیل مبرز و مبارز، از زندان آزاد شد. من یک تیکه کوتاهی یه فیلمی دیدم که ایشون در یک انجمن شعرخوانی ظاهرا شرکت کرده بود، اگر اشتباه نکنم اسمش انجمن است، انجمن امیرکبیر، و اون مجری اون برنامه یک شعری رو میگفت که حسب محتوا این بود که خانم نسرین ستوده از زندان کوچیک آزاد شدی، به زندان بزرگ خوش آمدی.
مشکل علوم اجتماعی ما و علوم سیاسی ما جنگ بین این دو نهایته، زندان کوچک، زندان بزرگ. در هر مقطعی با این دو سوی به اصطلاح افراط ما سر کار داریم. موقعی که من معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بودم، یک روزی من خودم استاد آزمایشی بودم، سه سال دوره آزمایشی من گذشته بود و غایتاً بایستی رسمی می شدم، ولی رسمیتم به تأخیر افتاده بود. این ور اون ور صحبت های بود که قراره که بشم، بعضی هم گفتن نه قرار اخراج بشی، از این صحبت. یه روز در اتاق من باز شد، یه آقای اومد با یک نامه با سر روی ریش و خیلی به نظر نمی اومد که حتی مثلا تحصیلاتی هم کرده که باشه از لحاظ ظاهر. ایشون یه نامه آورد، من نامه رو باز کردم، از اداره گزینش دانشگاه تهران بود که این آقا، حالا اسمشو نمیگم، بسیار هستن از این آقایان، ایشون به لحاظ گزینشی مورد تایید هستن با درجه فوق لیسانس، از یک دانشگاهی در لندن فارغ التحصیل شدن با معدل 12 از 8 و از نظر اداره گزینش دانشگاه تهران استخدام ایشان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه دانشکده حقوق بلامانع است. تصورش بکنید که این نامه رو به دست کسی بدن که منتظر یک همچین نامه هست 3.5 سال ولی هنوزم نیامده. اون وقت بنده باید امضا بکنم که بله ایشون استخدام بشه. خب طبیعتا این اولین استقاکی بود که پیش اومد و من این رو نپذیرفتم، فرستادیم پیش مرحوم دکتر قاضی، ایشون هم نپذیرفتن و سرانجام این که اولین قدم حمله امنیتی ها بود به دانشکده علوم سیاسی، نتیجهش این شد که بعد اون دار و دسته‌ای که بعدها با کابینه احمدی نژاد اومدن روی کار وارد دانشکده شدن و دانشکده رو یه جوری تسخیر کردن. قضیه این هستش که در یک جامعه که در حال پسگرایی یا اصلا پسگرا است به لحاظ فطرت حاکم بر جامعه، طیف سیاسی در یک نقطه فاصله میگیره از مابقی جامعه و اون نقطه نقطه تغییره. جامعه پسگرا دائما در یک ترس از فروپاشی به سر میبره و علوم اجتماعی قدرت این رو داره که به شنوندگان و مخاطبین خودش بگه کجا نقطه پسگراییه، کجا نقطه پیشرفته. و این تعارض بین به اصطلاح نهادهای سیاسی حاکم و علوم اجتماعی که حالا مورد حمله است، از جمله اقداماتی که کردن، مثلا اومدن برای رشته علوم سیاسی گفتن که این کتاب‌ها فقط باید تدریس بشه و سایر کتاب‌ها نبایستی تدریس بشه. یک همچین شرایطی وقتی ایجاد میشه، یعنی اینکه دستگاه و سیستم از اون نقطه تغییر حراس به دل داره و میخواد هر طوری شده اون نقطه تغییر رو به اصطلاح عقب بندازه یا محو بکنه یا همچنان به سلطه خودش ادامه بده. این کل قضیه تعارض جامعه است که اجزای جامعه پیشرو هستن، فامیل شما، دوستای شما، آشنایان شما، این خیلی جوانانی که 65% جمعیت رو در ایران تشکیل میدن، اینها واپسگرا نیستن، اینها پیشرو هستن ولی قدرت ندارن. قدرت دست اون اقلیت واپسگراست. در نتیجه این تعارضها و این دو نهایت زندان کوچک و زندان بزرگ تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. جناب پیوندی، دوست نازنین ما، در واقع شما هم یه مقدمه تو این بحث رو یا هر بحثی که فکر میکنن باشه به انقلاب فرهنگی شما خیلی کار کردید. این مقدمتون رو یا مقدمه خارج از اون ولی برجهت راجع به انقلاب فرهنگی هم روی کاری که کردید برجهت خیلی متشکر میشیم.
خیلی ممنون و خیلی ممنون از دوستانی که تشریف آوردن و شنبه عصرشون رو به جای اینکه کارهای دیگه بکنن اومدن و دارن توی میزه گرد شرکت میکنن. به هر حال هم از رادیو زمانه و هم از دوستانی که طبق بانی این جلسه شدن. من خودم موقعی که انقلاب فرهنگی شد و آقای کردوانی هم توضیح داد، دانشجوی فوق لیسانس جامعه شناسی بودم و یه نامه‌ای گرفتم که به من گفتن که تو اخراج شدی از دانشگاه و کار به توبه و اینا هم دیگه نکشید. ما نامه رو قبول کردیم و برای اینکه دیدم که خب همزمان استاد راهنمای من باقر پرهام هم اخراج شده، کسان زیادی از استادام یا خودشون رفتن یا اخراج شدن و بنابراین در حقیقت دیگه کار کردن در اون دانشکده در اون فضا خیلی معنی نداشت. به هر حال از همون زمان بر من این پرسش مطرح شد که چجوری میشه دانشگاه یا علوم انسانی رو واقعا اسلامی کرد و معنای این اسلامی کردن چیست؟ یعنی ما فقط باید نماز و روزه رو مثلا برقرار بکنیم یا چه چیزی رو میخواییم در حقیقت اسلامی بکنیم و اسلام چه چیزی برای گفتن یا هر دینی چه چیزی برای گفتن در جامعه شناسی یا علوم انسانی داره. و بعد خب وقتی که عمیق‌تر وقتی نگاه میکنیم به تجربه ایران میبینیم به هر حال این بحث جدیدی نبوده. ما در قبل از انقلاب این بحث بوده، کسانی تلاش میکردن نشون بدن که اسلام عین علومه و علوم در واقع آقای صحابی، آقای بازرگان، همه اینا تلاشش این بود که نشون بدن که علم با اسلام تناقضی نداره و نه چیزایی که در اسلام گفته میشه یا در قرآن گفته میشه در واقع زمینه ها چارچوبای علمی داره. و یا کسایی مثل جلال آل احمد در واقع انتقادشون به دانشگاه این بود که این دانشگاه به اندازه کافی به سنت ها و دین ما توجه نمی کنه و بیشتر غربی است و غرب زدگی او از جمله شامل دانشگاه می شد. ولی وقتی که از این فضا یکم بیایم بالاتر و به رابطه علم و دین نه فقط در ایران بلکه در همه جای دنیا نگاه بکنیم، می‌بینیم که این بالاخره پرسش خیلی مهمی بوده که از قرن 18 هم به تدریج طرح شده همه جا. دانشگاه سنتی که از قرن 12 هم دانشگاه تاریخی وجود داشته، یکی از چهار تا دانشگاهش هم تئولوژی بوده در همه دنیا و این هم یه جایی بوده علوم دیگه هم هیچ برخورد و تناقضی با دین پیدا نمی کردن. این در دوران جدیده که بعد از دانشگاه مدرنه که این تناقض و این برخورد به وجود اومده. بنابراین در حقیقت الان هم در بحثی که در مورد رابطه با بین علم و باورهای دینی وجود داره و تو هنوز هم ادامه داره این بحث، گرایش‌ها خیلی مختلفی هست. یه عده هنوز فکر می‌کنن که دین و علم در حقیقت هیچ نوع تضادی با هم دیگه ندارن و میتونن در یک مجموعه قرار بگیرن که بعداً اگه وقت بود من در ایران به مساقش اشاره می‌کنم. و در طیف مخالفش هم یه عده فکر می‌کنن که دین و علم با هم هیچ کاری ندارن، چیزهای متضادی هستن، حوزه‌های مختلفی هستن و نمیتونن در یک جا هم باشن. برای همین هم دانشگاه مدرن در حقیقت خیلی هاشون اینها رو از هم تفکیک کردن، علومی وجود اومدن که مستقل از دین بودن. وقتی که انقلاب اسلامی شد در حقیقت بحث حاکمیت جدید این بود که بتونه از طریق در چارچوب پروژه سیاسیش بتونه در حقیقت آموزش، نهاد آموزش و بخصوص دانشگاه رو تبدیل بکنه به یک نهادی که همراه باشه با پروژه عمومی حکومت. ولی و اون موقع هم این بحث براشون کاملا بحث آسونی بود، یعنی فکر نمی‌کردن چیز کاملا دشواری باشه. آیت الله خمینی در یکی از صحبت‌های معروفش در مورد انقلاب فرهنگی میگه که برید در حوزه علمیه، اونجا هم جامعه شناس هم اقتصاد هست هم روانشناسی هست، از اونا کمک بگیرید، فکر نگید که اسلام نداره این چیزا رو. خب همین اتفاق هم افتاد، یعنی داستان وحدت حوزه و دانشگاه مطرح شد، تعداد زیادی روحانیون اومدن به دانشگاه و کارهای خیلی زیادی انجام شد. ولی بعد از 30 سال 30 و چند سال ببینیم که آخرین حرفا بازم گفته میشه که دانشگاه هنوز اسلامی نشده و علوم انسانی اسلامی شده. پس مشکل کجاست؟ یعنی چه چیزی اتفاق افتاده که ما با وجود اینکه برخلاف اون زمانی که آل احمد صحبت میکرد حکومت دست غربگراها بود و نمیتونستن در مقام انتقاد آل احمد مطرح میکرد، ولی
در چرا ما نمیتونیم در 35 سال دانشگاه اسلامی درست بکنیم و یا علوم انسانی اسلامی درست بکنیم و تکرار این بحث حداقل این پرسش رو باید در خود اونا ایجاد بکنه که بنابراین یه جای کار یه اشکالاتی وجود داره دیگه، چون نمیشه همش بگیم کمکاری کردن غربیا بودن یا اسرائیلیا بودن، بالاخره یه جای این کار اشکال داره. و وقتی که ولی چیزی که امروز خیلی به نظر من مثبت نسبت به گذشته، ما اگه وارد بحث واقعا بشیم، نخواهیم فقط از بیرون به مسئله برخورد بکنیم، می‌بینیم که امروز یه انباشت جدی فکری وجود داره در ایران از کسایی که طرفدار اسلامی شدن و میتونیم با خوندن اونا بگیم که یعنی چی اسلامی شدن از نظر اونا، و بعد از داخل اونا بفهمیم چرا اتفاقا نمیشه اسلامی بشه به خاطر پروژه خودی که این اشکال در خود پروژه است در حقیقت و در تناقض با قانونمندی و کارکرد دانشگاه مدرن هست. من اگه بخوام در چند کلمه بگم، میتونیم بگیم که در حقیقت در گرایش در این ادبیاتی که الان وجود داره در مورد اسلامی شدن و کتاب‌های خیلی زیادی نوشته شده، سه تا مجله تخصصی وجود داره، سه چهار مرکز بزرگ وجود داره در ایران که کارشون همین فکر کردن در مورد اسلامی کردن علوم انسانی و دانشگاه هست. و برای همینم هم برخلاف 30 سال پیش که فقط پروژه سیاسی بود، امروز در واقع موضوع بحثه. و تو اینها میشه گفتش که من 4 تا طیف تشخیص دادم. طیف اولی که در واقع معتقده که اساساً علم دینی شامل همه علوم میشه از جمله علوم انسانی، و اون چیزی که دینی نیست علمم نیست. بنابراین اینها افراطی ترین گرایشه که آیت الله جوادی آملی برای مثال نمایندشه و کتابی هم در همین زمینه داره. آیت الله مصباحی عزیز در همین طیفه، ولی فکر میکنه که علوم انسانی رو مبود وجود بیاریم، برخلاف آیت الله جوادی آملی فکر میکنه اینو در قرآن هست، فکر میکنه مبود به وجود بیاریم. تفاوتشون هم با هم اینه. یه گروهی هستن که فکر میکنن که اسلام در واقع دین گزیدگوست، یعنی همه چیز رو نگفته، بنابراین علوم انسانی هم و اجتماعی هم نمیتونه در به طور کامل اسلامی بشه، بلکه در یه حوزه‌هایی میتونه اسلامی بشه. بنابراین اینها طرفدار اینن که در واقع یه بخش‌هایی از این علوم به بخش‌هایی از دانشگاه اسلامی بشه. گروه سوم کسایی هستن که من اسمشون رو میذارم اسلامی کردن حداقلی، کسانی هستن به نظرم مثل دکتر سروش که فکر میکنن که اون پروژه شکست خورده، کاملا با اون پروژه از به کلی مرزبندی کردن، ولی فکر میکنن به هر حال ما چون یک کشور اسلامی هستیم باید به دین و اعتقادات مردم و باورهای دینی احترام گذاشت. اینها یه تفاوت روشن قائل میشن بین باورهای دینی و شناخت دینی و علوم انسانی، و اونا فکر میکنن که این دوتا رو ما نمیتونیم با هم دیگه در یه جا بذاریم، و این تفاوتشون اتفاقا باعث این تفاوت باعث میشه که ما بتونیم با اونا بحث بکنیم. و بالاخره طیف آخر از گروه های مذهبی من فقط صحبت میکنم، اونایی که دیگه به کلی اصلا اعتقادشون رو از به اسلامی کردن علوم انسانی از دست دادن و منتقد تبدیل به منتقد شدن، مثل صادق زیبا کلام، مثل پایا، مثل کسای دیگه‌ای که در این مورد مقاله می‌نویسن و رسما انتقاد می‌کنن از پروژه اسلامی شدن علوم انسانی. یعنی ما از یه جای شروع کردیم، یه بحثی را فکر می‌کردیم راحته، ولی 30 سال فکر کردیم، بحث کردیم، کتاب نوشتیم، و امروز به اینجا رسیدیم که تفاوت خیلی زیادی وجود داره و حتی نمی‌دونیم که اسلامی کردن یعنی کدوم اسلام، چون یه برداشت که از اسلام وجود نداره که ما میگیم اسلامی کردن. اونایی که طرفدار اسلامی کردن حد اکثری هستن، طرفدار اسلامی کردن شیعی کردن ولایت فقیهی مدل ایران در واقع هستن، اسلامی کردن نیست این. برای همین هم نمیتونن سروش رو قبول بکنن، نمیتونن کدیور رو قبول بکنن، اونا رو نمیتونن راه بدن حتی تو بحث‌های خودشون، برای اینکه حتی اونا رو هم قبول ندارن، یا اینی که حتی نمیتونن با یک سنی در یک جا قرار بگیرم، اونم مسلمونه دیگه، یا یک شیعه دیگه ای که اصلا اسماعیلی است با اونام نمیتونن بحث کنن، برای اینکه اون چیزی که برای اونا خط قرمزه در حقیقت برای ممکنه یه اسماعیلی نباشه، برای سنی نباشه، برای سروش هم نباشه. برای همین هم هست که در واقع تعریف علوم انسانی بر اساس یک دین، بر اساس یک باور مذهبی، این مشکل اساسی را در ذات خودش داره که در حقیقت نمیتونه تبدیل به علم بشه، با دیگران دیالوگ بکنه، چون علم در واقع خاصیتش اینه که جهان شمول باید بشه، بتونه با دیگران وارد دیالوگ و بحث بشه و بتونه در حقیقت وارد حوزه بحث علمی با دیگران بشه. چون اگه قرار باشه من بگم من دانشگاه ایرانی هستم ولی نتونم برم در یک دانشگاهی در
لندن یا در کالیفرنیا برم در کالیفرنیا در ژاپن و با دیگری دیالوگ بکنم و زبان مشترک با اونو بتونم پیدا بکنم و بتونم بر سر روش شناسی بر سر شناخت شناسانه باهاشون بحث بکنم، وقت نمیتونیم ما در واقع وارد بحث علمی در این حوزه بشیم. اینه که من اینجا تموم میکنم، اگر در فرصت بعدی شد وقت وارد معنای اسلامی شدن از جهت در دیدگاه کسانی که طرفدار اسلامی شدن علوم انسانی هستن خیلی ممنون. آیه روشندل، این نمونه که شما راجع به اصطلاح استخدام استاد گفتید، من خودم یه شبیه این رو یه جور دیگه، خب من دانشگاه امام صادق بودم، دانشگاه امام صادقی که در واقع نماد حوزه وحدت و به اصطلاح وحدت حوزه و دانشگاه، که در واقع اون حوزه وحدت هیچیش وحدت نبود، واقعیت این بود که تمام رشته ها اسمش بود مثلا علوم سیاسی و معارف اسلامی، علوم حقوق و معارف اسلامی، اقتصاد و معارف اسلامی، یعنی نمونه معین این دانشگاهی که نماد وحدت و حوزه و دانشگاه به اسلام خواست بشه، که این اتفاقاً آقای منتظری در واقع بانیش بود و در واقع به جای سی ام اس دیگه دانشگاه امام صادق، یعنی دانشگاه هاروارد، برای اینکه سی ام اس این مدرسه این پل مدیریت هست کنار به اصطلاح سعادت آباد، اسمش رو از این دانشگاه گرفته دیگه، مدرسه مدیریت بود و این رو در واقع هارواردیای ایران مثل دکتر هاشمیان و دکتر لاجوردی اینا پایه‌گذاری کردن و در نتیجه دوقلی هاروارد بود. خب بعد شد دانشگاه امام صادق. خود این دانشگاه نشون میده که اصولا این پروژه، چون دیگه اونجا همه چیزی دستشون بود، همه چیز دستشون بود، خود این نشون میده که اصلا نشده، یعنی نمیتونسته دیگه، مثل دانشگاه تهران هم نبود دیگه. و اونجا واقعا یه نمونه، روزی من تو دفترم بودم، من رئیس دپارتمان بودم، از جمله کارام توی دانشگاه رئیس دپارتمان گروه فرانسه بودم، یه دانشجوی ما داشتیم تو دانشگاه الهیات مثلا یه مقدار فرانسه توی چیز خونده بود، توی رازی مسیح خونده بود، یه بیا کاغذ اینجوری آورد جلو من، باز کردم دیدم که عضو هیئت علمی دپارتمان ما شده و امضا آقای مهدوی کنی. من بهش گفتم که واقعا میگم، گفتم که فلان خیلی بچه مؤدبی ام، گفتم فلان این در رو میبینی؟ گفت بله. گفتم بازش کن، رفت جلو در باز کرد، گفتم میری بیرون میبندی دیگه، پاتم نمیذاری اینجا. این رفت، یه رو بعد مدیر کل آموزش شما میگه آقا این شما فلانی بیرون کردی استاد؟ گفتم آره. گفت آخه دیدین اون نامه رو؟ گفتم آره. گفت اون نامه امضاشو دیدی؟ گفتم آره. گفت کی بود؟ گفتم آقای مهدوی. گفت امضای آقای مهدوی رو دیدی بیرونش کردی؟ گفتم ببین آقای مهدوی، من بهتر از شما میشناسم، ولی یه مشکل بزرگ داره آقای مهدوی. گفت آقای مهدوی چه مشکلی داره؟ گفتم آقای مهدوی زبان فرانسه نمیدونه. من بیمون گفتم ببین شما اگر بخوای این کارا رو بکنین من میرم، کاری نداره، شما بیاید اینا رو استخدام کنین با امضای من، که در واقع هر کاری کرد سه سال مون پشت این در، در واقع نشد و نه یه بخش این تمام این تمام رشته ها از جمله علوم سیاسی اینا یه شیوه بود که اول باید میامد توی گروه، گروه واقعا بررسی میکرد در گذشته، مدرک رو میدید تمام اینا، گروه باید تایید میکرد، گروه که تایید میکرد میرفت دانشکده، دانشکده باید تایید میکرد، دانشکده که تایید میشد باید میرفت شورای دانشگاه، اصلا اینجوری استخدام استاد بود. حالا مشکل زمانشاه بود ولی واقعا تو این زمینه ها رعایت میشد، منتها در مورد بعد از انقلاب فرهنگی به خصوص، بعد از انقلاب فرهنگی تمام استخدام های دانشکده ها استادایی که آوردن در واقع از بالا، و این به اصطلاح نفی استقلال دانشگاه، نفی به اصطلاح استقلال دانشکده ها، گروه ها، زمان های خاتمی یه تغییراتی شد توی به اصطلاح گروه ها و اینا، ولی به هر جهت مون این ساختار. من بحثم این دیگه، شما که خود بودید یه به این بحث ها بر میگرد، یه ماجرای بزرگ توی علوم انسانی اینه که آقا علوم انسانی بدون بحث تو محیط دانشگاهی، سمینار و در واقع به وجود آوردن جریانات فکری اصلا رشد نمی کنه.
نه بدون این رشد میکنه، نه بدون این که مثلا مجلات تئوریک بیاد و پشت این بحثا قرار بگیره، چه مجلات تئوریک دانشگاهی، چه مجله تئوریک، مجله تئوریکی که بیرون از دانشگاه بیرون میاد. من یادم یه دانشگاه تهران زمانی که دانشگاه علوم سیاسی بود، آقای دکتر بشیری اینا یه دوره اخراج کردن، در واقع اون فضا رو در واقع توصیف بکنید، چون برای که این خیلی بحث مهمی که تو دانشگاه نمیشه بحث کرد. دقیقا روی مقطع انگوش گذاشتید که جزو سالهای تجربه من. من با دکتر بشیری در دانشگاه هم کلاس بودم با من دانشجو، بعد که به اصطلاح به علت اون انقلاب فرنگی و دانشگاه دیگری که وسطش رفتم فاصله افتاد، ایشون دکترا رو گرفت اومد دانشکده حقوق استخدام شد، من رفتم فرانسه اونجا تحصیل کردم، برگشتم ایران. هنوز شیوه استخدام همون نحوه بود که شما میفرمایید، این در سال 1989 بود. یعنی من رفتم مدارکم ارزیابی کنم، خود وزارت علوم نگاه کرد به مدارک من با یک تزی که آقای دکتر پیوندی بهتر میدونن با مانسیون تقیزان و قابل پس شده بود، گفتن که میخوای بری دانشگاه تهران؟ گفتم آره. منو فرستن دانشگاه تهران، اول گروه با من مصاحبه کرد، بعد رساله منو بررسی کردن، بعد فرستادن دانشکده تایید کرد، بعد رفت هیئت علمی دانشگاه تایید کرد، تازه شدم استخدام موقت سه ساله که گفتن البته فرمالیت است. اما در همین زمان، یعنی 6 ماه بعد، دکتر بشیری استعفا کرد از سمت معاونت آموزشی، من شدم معاون آموزشی، ولی ایشون همچنان تو دانشکده بود. دکتر سید جواد طباطبایی هم شد معاون پژوهشی. تو همین فاصله یک روز 12 نفر از فارغ التحصیلان دانشکده تربیت مدرس که در واقع یه جورایی شباهت داشت به دانشکده مدیریت، اینها شب فارغ التحصیل شدن، صبح با نامه‌های شبیه نامه‌هایی که شما اشاره کردین معرفی شدن به دانشکده حقوق و علوم سیاسی که اینا به عنوان عضو هیئت علمی استخدام شدن براشون درس بذارید. یعنی بایپاس کردن اون حق هیئت علمی دانشکده رو. این شروع این چیزا بود و در واقع یادداشت من این بود که می‌خواستم بگم این کشاکشی بین هیئت علمی و هیئت غیر علمی، یک جاهای اینا پیش میرن یه جایی پس میرن. در یک دوره مدیریت دانشکده یه مقداری ملایمت به خرج میده برای اینکه فکر میکنه میتونه وضعیت علمی دانشکده رو حفظ بکنه، یکی رو قبول میکنه، یکی میشه دوتا، دوتا میشه سه تا، سه تا میشه 12 تا یک شبه. و دانشکده علوم سیاسی، استادی دانشکده علوم سیاسی تو اون سالها یه پله ارتقا بود به نمایندگی مجلس. ما چندین استاد داشتیم که با اسامی دیگری وارد دانشگاه شدن، بعد حتی اسمشون رو عوض کردن. حالا اسمشون قشنگ نبود، اسم یکیش بود اصحاب دست، بعد ایشون شد الهام، سخنگوی دولت آقای محمود احمدی نژاد. خب ایشون یا امثال ایشون اینا می آمدن دانشکده، پله صعود به مجلس و مقامات بعدی. اینطور بود که اون معیارها ضمنی که سر جاش بود، هیچ کسی اونا رو چیز نکرده بوده، مثلا لغو نکرده بوده، اما با تبصره و دیروز گفتم انقلت و این حرفا، یه کسی میگفت که حالا ایشون بیاد از اون در بغل بیاد، می آمدن و کم کم بقیه رو هول می دادن به بیرون. از جمله که خب موقعی که من و دکتر طباطبایی اخراج شدیم یه لیست 7 نفره بود. خود دکتر زیبا کلام اون موقع هنوز جایگاه مشخصی نداشت، یا
کسای دیگه بودن که حالا بهتر نام نبرم، همشون به تدریج دچار مشکل شدن، یا مجبور استعفا شدن یا پیش از موقع بازنشسته شدن، از مملکت خارج شدن رفتن. ولی این حرکت یک دفعه نیست که همه این جمع رو بریزن بیرون جایگزین کنن با نیروهای خودشون، بلکه مرحله‌ای پیش میان و کم 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 و گاهی وقتا هم عقب نشینی میکنن. و اتفاقا الان به نظرم تو نقطه ضعفن که حمله رو دارن از مطالب و مواد آموزشی انجام میدن. دارن بنده دو تا کتاب دارم در ایران چاپ شده، یکیش از مشترک با یک استاد دیگری، مسائل استراتژیک و نظامی معاصر، بزنین توی گوگل در میاد، تا به حال 14 بار چاپ شده، ولی خودم حق ندارم اون رو در دانشگاه ایران تدریس بکنم، اساتید دیگه دارن تدریس میکنن. یه کتاب دیگه دارم که تا به حال 8 بار چاپ شده، امنیت ملی و نظام بین المللی، اون هم در دانشگاه ایران تدریس میشه، ولی بنده صلاحیت تدریس دارم. البته دیگه بر من اهمیت نداره، ولی فقط میخوام بدونید که چجوریه. موج میاد، وقتی بتونه یکی دو تا سه تا رو رد میکنه، جایگزین میکنه با نیروهای خودی، اون نیروهای خودی مدتی اونجا میمونن، میشن نماینده مجلس، اعتبارات خاص و اینجور امکاناتی که راندخاری و این حرفات پشت سرش هستش. خواهش میکنم. من یه نمیدونم راجع به این بحث رو ادامه بدیم، باز راجع به این مسئله پژوهش و بحث به اصطلاح دیالوگ، این بحث به اصطلاح فکر و دعوای فکر و نه که فکر نباشه ولی نمیتونه پرورش پیدا بکنه، رو اون بحث الان میتونیم یه مقدار ببینیم چیه وضعیت دانشگاه ایران. بفرمایید اینا این حضور شما. البته یه مسئله بسیار اساسی همین دیالوگه که خب مبنای نخستین هر گونه تفکر فلسفی است، یعنی رفت آمدی که باعث پرورش و گسترش و زایش مجدد تفکر میشه، چون تفکر از یک تن زاده نمیشه بلکه محصول رفت آمده، و اون چیزی که افلاطون میگه اصلا محصول اون چیزیست که ما قبل از این میدانیم، ولی این گفتگوست که ما رو به خاطر میاره، فکری که گویا حالا تو گیومه بگم ما فراموش کرده ایم. بنابراین اصل مسئله در علوم انسانی همانا این رفت آمده، و مبنای رفت آمده فکری وجود این آزادی حداقل است که شما بتونید بیان کنین خودتون رو به معنای واقعی کلام و بتونین دیگری رو بپذیرین. و در این میان یک دو فاکتور اساسی است، یک اینی که خب قدرت بیان آزاد داشته باشین یا در محیط آزادی باشین، اصولا علوم اسلامی انسانی میباید که در فضای آزاد بتونه این رفت آمد ایجاد بکنه. دوم این که خیلی مهمه و تاریخی است و بنیانی است و ریشه ای است، تحمل پذیری است. یعنی اصولا وجود سوژه، درسته که سوژه تقسیم میکنه، خیلی این تقسیم خشن نیست بین من و دیگری، انسان و طبیعت، من و جهان، غرب و جهان شرق، این خیلی خشنه که حالا در اعتبارش هم بحثه. برخی میگویند که چگونه این اصلا از سوژه در ابجه، از ابجه در سوژه هست و غیره و غیره، که نمیخوام وارد مباحثات فلسفی خیلی ریز و به اصطلاح جزئی بشیم، ولی قاعده کلام این هستش که بحث دوم تحمل پذیری است که امکان در واقع وجود این دیالوگ رو ایجاد میکنه. خواستم از این هم یه گذر بزنم به صحبتی که اون هم بسیار بسیار با ارزش، با اجازه گرداننده آقای کردوانی عزیز، این مسئله بومی کردنه. به آقای پیوندی قول دادم که من هم یکم بیام وارد این بحث بشم، با وجود اینکه بومی کردن از یک سو، اسلام کردن از یک سو که ایشون به درستی عنوان کردن، یکم بومی کردنه. داریوش شایگان مطلبی داره، لالومیغ ویان دو لوکسیدان، روشنایی از غرب میاد، که کتابش در ایران به عنوان هویت 40 تکه ترجمه شده، اگه درست بگم چندین بارم بازچاپ شده غیره و غیره. این نکته خیلی رقیق، در واقع ظریفی رو، نه رقیق، ظریفی رو عنوان میکنه، اینکه متیساژ یا هایبرید یا ترکیب انواع و اقسام گویش ها و پویش ها، خواسته ها و غیره و هنرها در حوزه ادبیات هنر بسیار بجاست، ترکیبی زیبا و خلاق، بسیار خلاق. کسی از غرب میزنه به قلب شرق، کسی از شرق میزنه به قلب غرب، و اینها
پیام‌آور خلاقیت‌های تاکنون نادیده است. اما در حوزه تفکر نمیشه. حوزه تفکر بومی نمیشه. تفکر بومی نمیشه. فکر بومی نمیشه. یعنی من چون ایرانیم فکرم ایرانیه نمیشه. میتونین حوزه‌های دیگه بگیم. اما حالا این نکته اینجاست که چرا نمیشه؟ و یک جنبه یونیورسال یا جهان شمول در علوم انسانی وجود داره و اون هم این نکته مرکزی است و اساسی است که بومی شدن رو نمیپذیره، میزنه و برای همین پروژه اسلامی کردن در همه حوزه ها و به خصوص علوم انسانی در ایران اسلامی کردن یا بومی کردن شکست میخوره. علتش اینه. نه زمان ببخشید یک 20 دقیقه آخر سوال و جواب و بحث داریم. این دوستان صحبت هم رو انجام میدیم. بله. نه الان خیر. شما اجازه فرمایید بعدش. بله جان. بله. همین این نکته مرکزی و اساسی این هستش که در واقع بومی شدن در همه حوزه‌های خلاقیت فکری و ادبی و هنری کاملا قابل توجیهه و متیساژ یا هایبرید در این حوزه‌ها بسیار بجاست، اما در حوزه تفکر نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا شکست خورده؟ این مسئله رو بگم و بلنگو رو بدم به دوست عزیزم. پایه و مایه تفکر، همان اگر از تفکر راسیونل صحبت میکنیم، چون انواع دیگه فکر وجود داره ها، اما اگر از تفکر راسیونل صحبت میکنیم بنا رو ارجاع میدیم بنابراین به تفکر مدرن. تفکر مدرن کم و بیش از رونه دکارت میاد و تفکر مدرن رونه دکارتی پایش ریاضی است. یعنی دو خط موازی تا بی نهایت، تو گیومه بگیم بی نهایت، هم دیگر قطع نمی کنن. هر کاری بکنن قطع نمی کنن. اگه بکنن دیگه خط موازی نیست. ببینید منطق خیلی ساده نشون میده که این در همه جا جهان شمول است و بومی نمی شود و اسلامی نمی شود و مارکسیستی هم نمی شود. مارکسیستی منظور ایدئولوژی اتحاد جماهیر شوروی است و به هر حال این صحبت رو تموم میکنم. دوست عزیز. البته من فکر میکنم که علوم انسانی واقعی، من بحث خودم رو نمیتونم بکنم برای اینکه وقت خیلی کمه، هشدار دادن از اتاق فرمان که باید قطع بشه، بنابراین من قسمت از بحث خودم رو شاید در سوال جواب بعدم مطرح بکنم، ولی میخوام بگم که علوم انسانی که قادر نیست محیط خودش رو به محیط خودش بپردازه و اون تئوریا و نظریات و کارهای مثلا جهان شمول رو در ارتباط با محیط خودش ببینه و اونا رو با نگاه سنجشگرانه و در ارتباط با واقعیت‌های خودش ببینه، به نظر من این علوم انسانی ناقصه. یعنی این بحث الان در علوم انسانی خیلی وسیع مطرح است که به هر حال اون خصلت علمی جوهر جهان شمول علوم و به خصوص علوم انسانی تا چقدر میتونه در واقع اعتبار داشته باشه، چقدر نظریات خود محقق یا زمینه فرهنگی محقق یا زمینه فرهنگی محیط تحقیق تا چقدر تاثیر میذاره. اینها موضوعات بحث بازه. اون چیزی که در میتونه در واقع موضوعات بحث علوم انسانی باشه در ایران هم میتونه موضوع بحث باشه، منتها به شرطی که ما نگیم که علوم انسانی معتبر علوم انسانیه که وحی را بپذیره، اینی که عالم غیب وجود داره را بپذیره، بهشت و جهنم را بپذیره که انسان به خاطر با هدف آفریده شده، انسان خالق داره، انسان به یه طرفی میره، این دنیای سرنوشتی داره. و وقتی اینا رو بذاریم یعنی چی؟ یعنی دیگه در این قسمت ها نمیتونیم بحث بکنیم و بحث ممنوع برای دانشگاه در واقع به مثابه اینه که ما جلوی نتنفسش رو بگیریم و نذاریم که دانشگاه فکر بکنه. جامعه بشری، من با این تموم میکنم که جامعه بشری در حقیقت از قرن 19 هم یک چیز لوکسی بر خودش درست کرده به نام دانشگاه، پول گذاشته، گفته آقا جون این اسمش دانشگاه است، شما برید اینجا فکر کنید، سنجشگری کنید، انتقاد کنید، به من دولت انتقاد کنید، به جامعه انتقاد کنید، راه حل پیدا کنید. و علم اونجوری که بنیانگذار این دانشگاه هامبورگ میگفت در آلمان، به عنوان یه چیز تمام نشده و تمام نشدنی در نظر بگیرید. دانشگاه به علم اینجوری نگاه میکنه، بنابراین نه خط قرمز داره نه بهشت و جهنم سرش میشه، با اینکه توش آدم مسلمون هست، مسیحی هست، یهودی هست، زرتشتی هست، بودایی هست، ولی اینها در حقیقت باید به معیارهای علمی دانشگاه احترام بذارن و این معیارها و این تولید علمی دانشگاه به نوعی اعتبارش از یه جا کسب میکنه. این اعتبار علمی که در واقع کسب میشه، این محصول در واقع یک سری فعالیت‌ها، یک سری احترام به یک سری از معیارهایی است که اینها اگر رعایت بشه اون وقت میشه بهش علم گفت. من همیشه می نویسم و میگم اگر دوستان مسلمان میخوان این کارو بکنن،
این گویی میدان یعنی علمی را تولید بکنند که این ویژگی ها را داشته باشه، توسط جامعه علمی به رسمیت شناخته بشه، قابل ارائه در سطح دانشگاه باشه. این علم به وزارت اسلامی، ما هم میگیم خب این هم یه بخش از علوم انسانی. این اون چیزیه که در واقع اتفاق نمیفته و این بنبست در واقع اینجاست که اونها یه علوم انسانی کاربردی میخوان که در خدمت ایدئولوژی باشه. اون دیگه اسمش علم نمیشه، اون میشه مثل مدرسه عادی مثلا تربیت کمک حسابدار، همون جور مدرسه عادی تربیت جامعه شناسی که فقط حرفای اسلامی میزنه. ببینید حالا این رو بعد توی موقعیت‌های دیگه بحث کرد. واقعیت اینه که ما یه میراث جهانی داریم، میراث جهانی مال همه است، این علوم انسانی اجتماعی که نمیتونه نه علوم انسانی اسلامی باشه نه نمیدونم، ولی ما با یه واقع دیگه هم هستیم. این واژه نمیدونم حالا بومی سازی هر چی که هست، ما یکی از مشکلاتمون تو علوم انسانی اجتماعی خارج از مسئله دولت در حوزه روشنفکری در واقع تقلید و نیندیشیدن بود تو حوزه‌های گوناگون. مثلا بیایید مثلا چون ایدئولوژیک هم بودن روشنفکر ما، یکی از مختصات عجیب جریان روشنفکری ما این است که از سال 1320 تا سال 57 مشخصه اصلی روشنفکری ایران ایدئولوژیک بوده، نه تنها چپا راستش هم اینجوری، مجموعه جریان روشنفکری. برای همین پنج مرحله‌ای که به اصطلاح متفکرین روسی طرح می‌کردن برای تحول جهان، جامعه ها که اول بردهداری بوده از فئودالیسم بوده، تمام اینا رو هم برای ایران دوران بردهداری درست کردن هم فئودالیسم درست کردن، هیچ روشنفکر و هیچ دانشگاهی بزرگ ایران هم نیامد این بحث ها رو به چالش بکشه. از یه طرف هم الان یه جور دیگه است، همین بحث راجع به هابرماس، همه هابرماسی میشن، نه اینکه بگم شخصیت های کوچیکن، میشه فوکو، همه فوکویی میشن. یعنی اصلا با اون واقعیت جامعه‌ای که ما داریم توش زندگی میکنیم و یه تاریخ معینی داره، یعنی اون رو اصلا کاری ندارن. این یکی از مشکلاتی که حالا باید بحث کرد، اتفاقا این مشکل گنده روشنفکری ایران به اصطلاح مستقل از ماجرای حکومتایی که داریم. منتها برگردم یک دقیقه دو دقیقه جناب روشندل یه موضوع رو میخواستم بفرمایند. یک از مشکلات اصلی این دانشگاه اینه که دانشگاه ایدئولوژیکه اصلا. اون وقت این دانشگاه ایدئولوژیک با خودش مشخصاتی داره دیگه. یکی از مشخصاتش اینه که این دانشگاه ایدئولوژیک شما حرف نمیتونید، یعنی پرورش ذهن نیست. شما خودت معاون دانشگاهی بودید، چقدر مثلا راجع به تحقیقات چه بودجه‌ای و این تحقیقات بودجه، چون من رقم دارم میدونم این بودجه تحقیقات چقدر تو ایران بود برای دانشگاه و این بودجه چجوری تقسیم میشد اصلا و چقدر این تحقیقاتی این همه هم پول گرفتن یه عده اصلا کجا در آمد، کی فهمید؟ بفرمید. معمولا بودجه تحقیق دانشگاه چیزی حدود 20% دانشکده بود، ولی نهایتا صرف خرید ابزار تحقیق میشد و چیزی تولید نمی‌کرد. موقع اوائل نسل کامپیوتر چیز بود، به یه ده. پول میرفت توی یک باندبازی هایی میرفت صرف سفر برای بازدید منطقه مورد تحقیق، صرف ابزار، ولی نتیجه چیزی چاپ بشه. مجله دانشکده علوم سیاسی سالیان سال سابقه داشت ولی چیز خاصی تولید نمی‌کرد. از اواخر سال تقریبا 1990-91 به بعد دیگه عملا چیزی تولید نمیکرد. نکته ای که من میخواستم بگم و با اجازه خاتمه بدم به این به توجه به وقت کمی داریم این استش که شما ذکر کردید، یعنی نقل کردید که رهبری میگفتش که این علوم انسانی به اصطلاح سکولار شکاکیت ایجاد میکنه و این دقیقا نقطه اختلاف بین علوم انسانی و علوم اجتماعی هست با رژیم های اقتدارگرا و توتالیتر و به خصوص رژیم های مذهبی. ما سعی میکنیم شکاکیت ایجاد بکنیم، ما ذهن پرسشگر رو تقویت میکنیم، کلاس بایستی سوال داشته باشه، دانشجو باید سوال بکنه، استاد باید به سوال جواب بده و دانشجو باید با هم دیگه، یعنی اصلا شیوه سقراطی و
افلاطونی تدریس در کلاس اصلا. ما همیشه با این شیوه بودیم و این شیوه است که با شیوه توتالیتر در تعارض هست و در نتیجه اینا میخوان جلوی اون ذهن شکاک و ذهن پرسشگر رو بگیرن. بس همین. خیلی متشکرم.